نشست هماهنگی موسسات سازمان ملل متحد با مسئولین ولسوالی ها در کندز برگزار شد. این نشست که به ابتکار دفتر یونما مقیم کندز راه اندازی شده بود، در آن روی نقش ملل متحد در مورد تدارک کمک های بشرخواهانه برای افغانستان و نقش مسئولین ولسوالی ها در پروسه کمک های بشری برای مردم نیازمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مسئولان مؤسسات ملل متحد در این نشست گفتند که اکنون نیازمندی مردم نسبت به ارسال کمک های اضطراری بیشتر است و مسئولان ولسوالی ها باید برای رساندن کمک‌های بشری در سطح ولسوالی‌ها زمینه بهتر را فراهم بسازند. گلکریم حسرت و حمیدالله عزتیار مسئولان مؤسسات یونیسف و WFP در رابطه به اهداف آینده‌شان در زمینه کمک رسانی به نیازمندان چنین می‌گویند: در پینزه یشپک و امده برخی چی مویل در وزارت به سطح بندی دیدی دولت به سطح بندی که وزارتی مثلا وزارت کرده یا مثلا وزارت صحت شو وزارت معرف شو وزارت چه وزارت اهم شب دهات ده در غیر صورت فهم داری چی ترسو دو ولایتون به سطح بندی در ریاستون سره دمده در ذکر شوی وزارتون در ریاستون سره وزارتون به سطح بندی کار بکنه فعلا دلیل بغیر چه این صفر هر مشومان چی دیمرسکیری در نور مکنه نه اغیر چی ده حرفه یا دست یا کارونه مثلا جوړه چې حداقل دوباره په خپل کار کې مصروف شي، حقوق یې نقض نه شي او دوباره چې کوم دی دته اړ نه شي چې نور ممکن ته بېرته لاړ شي، خرج ته شي. ما فعلا تقریبا در حدود 3425 فامیل تحت پوشش قرار دادیم برای ماه جنوری و ماه فبروری تقریبا 25% ای باز زیاد میافتد، تقریبا در حدود 5700 فامیل میشه و در ماه مارچ ای به حساب 25% دیگر در تقریبا به حساب افزود میشه که به 6000 و چند میرسد. یعنی می یک مثال است به تمام سطح ولایت برنامه ما به مو شکل است. ما بالاخره از ماه جنوری آغاز تا ماه مارچ برنامه ما به حساب 25% افزود شده. از سوی دیگر مسئولان مؤسسات که در زمینه بیجا شدگان داخلی کار میکنند نیز میگویند که این مؤسسات در بخش مهاجرین و بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان کار میکنند تا به آنان در کنار تامین سرپناه به کودکان آنها زمینه مکاتب و دیگر تسهیلات را فراهم بسازند. در همین حال مسئولین محلی کندز با بیان مشکلات باشندگان ولسوالی ها میگویند که مؤسسات و نهادهای کمک کننده باید بی‌طرف به کار کمک رسانیشان برای مردم محروم ادامه دهند. مولوی نثار احمد نصرت والی ولایت کندز با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست که از جانب دفتر یونما در این ولایت راه اندازی شده است، نقش مؤسسات کمک کننده را در شرایط کنونی یک نیاز جدی و اساسی برای مردم عنوان کرد و همچنان اضافه کرد که این گونه نشست ها در زمینه رسانیدن کمک ها به موقع اثرگذار است و به مسئولان ولسوالی ها دستور داد همکاری های بیدرنگ را با مؤسسات سازمان ملل متحد انجام دهند. امنیت خبر ده ټول مؤسسات ته موږ اطمینان ورکړی ده چې دوی امنیت کې به موږ شپه ورځ کوشش کوو د خپل مسئولیت ګړو او دغه څه کوم خارجیت بعد هم سو کې دی کار کوي دی دوی هم امنیت په موږ باندې لازم دی دوی هم امنیت ته باید جدي توجه وکړو. بله یوه خبره هم دا ده ټول مؤسسات ته بار موږ مخکې هم خبره کړې د دوی همکارو نه موږ منندوی دوی همکاري کړې په دې شخت سختو اساسو شرایطو کې بیا هم د لا زیاتو همکاري توقع ترې لرو. این نشست در حال در کندز با حضور مسئولین محلی و نماینده های مؤسسات امداد رسان در این ولایت برگزار می شود که پس از ایجاد تحول و تغییر نظام در کشور، شمار زیادی از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت با مشکلات و چالش های اقتصادی روبرو شدند که این کمک ها می تواند در تکافوی زندگی این خانواده ها نقش اساسی را ایفا کند.